دیوان بین المللی دادگستری در لاهه که عالی ترین مرجع قضایی سازمان ملل است، امروز رأی داد که اسرائیل باید فوراً حمله نظامی خود به رفح را متوقف کند. دادگاه همچنین اسرائیل را موظف کرد که گذرگاه رفح را باز کند تا کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه شود و ورود هر کمیته تحقیق یا حقیقتیاب در مورد اتهام نسل کشی را تضمین کند. بر اساس تصمیم دادگاه، اسرائیل باید ظرف یک ماه گزارشی از اقداماتی که برای اجرای این دستورات انجام خواهد داد به دادگاه ارائه کند. تشکیلات خودگردان فلسطین از تصمیم دادگاه استقبال کرد و نبیل ابو رادینه سخنگوی این تشکیلات گفت این تصمیم بیانگر یک اجماع بین المللی در مورد درخواست برای توقف جنگ همه جانبه در غزه است. از سوی دیگر جنبش حماس نیز از تصمیم دادگاه استقبال کرد و در بیانیه خود اشاره کرد که انتظار دارد دادگاه تصمیمی برای توقف تجاوزات و نسل کشی علیه مردم فلسطین در کل نوار غزه و نه فقط در استان رفح صادر کند. گفتنی رسانه های اسرائیلی به نقل از بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل نوشتند اسرائیل در هر زمان و در هر مکان از جمله رفح به جنگ ادامه خواهد داد. سازمان بهداشت جهانی WHO روز گذشته هشدار داد که سیستم بهداشتی سودان در حال فروپاشی است و تنها 20-30% از امکانات در سطوح حداقل کار می کند. از سوی دیگر سخنگوی آژانس بهداشت سازمان ملل میگوید که تجهیزات پزشکی تنها 25% نیازها را می توانند تامین کنند. در همین راستا کریستین لین مایر سخنگوی سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی سازمان ملل در ژنو گفت که وضعیت به ویژه در مناطق صعب العبور که امکانات بهداشتی در آنها ویران و یا غارت شده با کمبود شدید کارکنان، دارو، واکسن، تجهیزات و تدارکات دست و پنجه نرم می‌کنند و بسیار وخیم است. وی در ادامه گفت تجهیزات پزشکی تنها 25% نیازها را می‌توانند تأمین کنند. لین مایر همچنین گفت به دلیل در دسترس نبودن انبار داروهای سازمان ملل در این منطقه افرادی که از دیابت، فشار خون بالا، سرطان یا نارسایی کلیه رنج میبرند ممکن است به دلیل عدم درمان دچار عوارض شوند یا بمیرند. به گفته وی شیوع بیماری با بیش از 1.3 میلیون مورد مالاریا، 11,000 مورد وبا، بیش از 4,600 مورد سرخک و حدود 8,500 مورد تب دنگی در حال افزایش است. وی در پایان خاطر نشان کرد در چند ماه گذشته تلاش‌های سازمان جهانی بهداشت و همکارانش منجر به کاهش تعداد موارد وبا، تب دنگی و مالاریا شده است و واکسن خوراکی وبا OCV در 6 ایالت پرخطر توزیع شده است و برای درمان 115,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه حاد مایحتاج لازم تحویل داده شده است. و خبری در رابطه با آثار باستانی عراق. وزیر خارجه عراق در سفر خود به سوئیس 3 قطعه باستانی مربوط به تمدن آشوریان را تحویل گرفت. فؤاد حسین، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه عراق، از الیزابت باون شنایدر، وزیر کشور سوئیس 3 قطعه باستانی عراق را تحویل گرفت. بر اساس بیانیه وزارت خارجه عراق در چارچوب دیپلماتیک استرداد آثار باستانی قاچاق شده عراق که وزارت خارجه آن را پیگیری می کند، فؤاد حسین 3 قطعه باستانی بسیار با ارزش عراق که قدمت آن به تمدن آشوریان برمیگردد را از اشنایدر تحویل گرفت. شاین ذکر است این قطعه های باستانی شامل مجسمه الهه خورشید آشوریان و 2 دیوار نگاره می شود که تاریخشان به تمدن آشوریان پیش از میلاد مسیح باز می گردد.
گفتنی است وزارت خارجه عراق طی 2 سال گذشته 10 قطعه باستانی را از دولت سوئیس بازپس گرفته است. مسجد جامع شادیان یکی از بزرگترین و باشکوه‌ترین مساجد چین بر فراز شهر کوچکی که نام خود را از آن گرفته است در جنوب غربی استان یونان قرار دارد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از گاردین، آخرین مسجد بزرگ در چین که ویژگی‌های سبک اسلامی را حفظ کرده است، گنبدهای خود را از دست داده و مناره‌های آن به طور اساسی اصلاح شده است. به گفته کارشناسان، این موضوع نشان دهنده تکمیل تلاش دولت برای تخریب مکان‌های مذهبی مسلمانان در این کشور است. تصاویر ماهواره‌ای از سال 2022 غرفه ورودی را نشان می‌دهد که با یک هلال ماه و ستاره بزرگ ساخته شده از کاشی‌های سیاه و سفید تزیین شده است. اما عکس‌ها، تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های شاهد از امسال نشان می‌دهد که گنبد برداشته شده و با پشت بام پاگودا به سبک چینی هان جایگزین شده و مناره‌ها کوتاه شده و به برج‌های بتکده تبدیل شدند. تنها اثر کمرنگی از کاشی‌های هلال ماه و ستاره‌ای که زمانی تراس جلوی مسجد را مشخص می‌کردند قابل مشاهده است. گاردین در ادامه این گزارش می‌افزاید در سال 2018 دولت چین یک برنامه 5 ساله در مورد اسلام منتشر کرد. بخش از این طرح مقاومت در برابر سبک‌های معماری خارجی و ترویج معماری که مملو از ویژگی‌های چینی است بود. یک یادداشت فاش شده یه حزب کمونیست چین نشان می‌دهد که به مقامات محلی دستور داده شده که به اصل تخریب بیشتر و ساخت و ساز کمتر پایبند باشد. و خبری از قاره اروپا. پایبند نبودن کشور یونان به قرارداد مربوط به بازسازی مساجد در جزیره لسبوس که کارشناسان آن را نقض آشکار آزادی مذهبی می‌دانند، انتقادات گسترده‌ای را ایجاد کرده است. یک کارشناس یونانی اعلام کرد با وجود توافقات متقابل و اصل عمل متقابل با کشور ترکیه، هنوز مساجد تاریخی جزیره لسبوس بازسازی نشده است. بر اساس قراردادی که در سال 2010 میلادی با شهرداری آیوالی که در استان بالکسیر ترکیه هممرز با لسبوس امضا شد، یونان موافقت کرد که 3 مسجد تاریخی در لسبوس را در ازای بازسازی 3 کلیسای ارتدوکس یونانی در ترکیه بازسازی کند. گفتنیست ترکیه از یونان درخواست کرده است تا خصومت خود با مسلمانان و مساجد را پایان دهد و برای احترام به فرایض دینی و آزادی مذهب بازسازی مسجد را طبق وعده‌ای که داده است آغاز کند. این در حالی است که تبدیل 2 کلیسا به مسجد در ترکیه در 1 سال گذشته با واکنش‌های تندی از سوی آتن مواجه شده است. مرکز نظارت بر آوارگان داخلی طی گزارشی اظهار داشت 44% از آوارگان داخلی در جهان در سال 2023 از کشورهای عربی هستند که نشان می‌دهد درگیری‌ها و جنایت‌های داخلی دلایل اصلی این آوارگی است. بر اساس این گزارش، سودان بیشترین تعداد آوارگان داخلی در جهان عرب را به خود اختصاص داده است، زیرا تعداد آوارگان در سودان در سال گذشته از 6 میلیون نفر از مجموع حدود 9 میلیون و 100 هزار نفر آواره فراتر رفته است. نوار غزه و کرانه باختری از نظر آوارگی داخلی در رتبه 2 قرار دارند و تعداد کل آوارگان به 3 میلیون و 400 هزار نفر میرسد. سوریه همچنین در سال گذشته 174 هزار آواره جدید را به ثبت رساند که تعداد کل آوارگان داخلی در این کشور را به 7 میلیون و 200 هزار نفر رساند. لازم به ذکر است این اعداد نشان دهنده رنج بزرگی است که آوارگان در نتیجه جنگ‌های جاری و درگیری‌های داخلی در این کشور تجربه می‌کنند که منجر به بدتر شدن شرایط انسانی می‌شود.
و خبر پایانی امشب، کادر فنی و مهندسی دبیرخانه کل عتبات عالیات شیعیان در عراق از مرحله نصب گنبد حرم سید محمد نواده امام کاظم علیه السلام ملقب به ابو درویش در استان بابل عراق خبر داد. در همین راستا مکی صدر السلطانی مهندس و مجری این پروژه در بیانیه اظهار داشت اسکلت آهنی گنبد داخلی و خارجی این مزار شریف با نظارت و پیگیری با موفقیت نصب شده است. وی در ادامه افزود ارتفاع کلی گنبد شریف از کف حرم تا بالای گنبد با توجه به ابعاد و اندازه‌گیری های تعیین شده بر روی نقشه های سازه‌ای و معماری که توسط دفتر مشاوره دانشگاه بابل تهیه شده است 24 متر و 14 سانت است. گفتنی اداره امور مهندسی در دبیرخانه عتبات عالیات عراق به صورت مستقیم بر پروژه های اختصاص داده شده به عتبات عالیات در عراق نظارت می کند تا در راستای بازسازی آنها به نحوی که شایسته فرزندان اهل بیت علیهم السلام باشد بازسازی صورت گیرد.